ابراز وحشت از قیام و استمرار اون از همه تریبون‌های نظام به گوش میرسه، از جمله بازارهای رژیم در سراسر کشور تا مجلس ارتجاع تا رسانه‌های رژیم و روزنامه‌ها. هر کدوم از مهره‌ها و ایادی رژیم که میگن و مینویسن، حرف اول و آخرشون هشداره که قیام با به قول خودشون فتنه تموم نشده. دشمنان بیدارن و در کارن و طرح و برنامه دارن. خلاصه این قیام ادامه داشته. ما گفتگوی امروزمون رو با آقای علیرضا مدنچی به همین موضوع اختصاص دادیم. با ما در این گفتگو همراه باشیم. بله، با سلام به شما و با تشکر از اینکه دعوتمون رو پذیرفتیم. خواهش میکنم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم. متشکرم از فرصتی که من دادید. اجازه بدید که به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی هم عرض سلام و درود داشته باشم. بله. بله، اولین سوالم اینه که این همه ترس و وحشت از جانب رژیم، جناح‌های مختلفش، برای چی هست؟ چون گفتن ما گرفتیم، بردیم، بستیم، دستگیر کردیم، 12,000 نفر در زندان ها هستن، دیگه زندان هامون جا نداره. پس چه دلیل داره که این همه نگران باشن؟ خب واقعیت اینه که از به اصطلاح همین ادعاهای بعضی از سرکردگان سپاه پاسداران و اینها که بگذاریم که گویا قیام رو از سر گذروندند، اما خب همه چیز حاکی از اینه و اظهارات خود ایادی رژیم و سردمداران رژیم حاکی از اینه که قیام همچنان ادامه داره و اینها نتونستند قیام رو متوقف یا سرکوب بکنن. و خب برای سرپوش گذاشتن بر این شکستی که در واقع وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خورده، میان یه رجزخونه هایی میکنن. اما خود این ارگان های اطلاعاتی و امنیتی رژیم از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در رژیم زیر ضرب هستند که خب میگن به چه دلیل شما نتونستین این رو پیش بینی بکنین. خودشون میگن که اینها یک لشکر آماده کرده بودند برای این قیام و روحانی گفتش که 2 سال اینها در حال تدارک و آماده سازی برای این قیام بودن. اگر اینا واقعیت داره، اگر یک لشکری آماده کرده بودن، شما چطور ظرف 2 سال این همه دستگاه های عریض و طویل اطلاعاتی نتونستن این رو پیدا بکنن، کشف بکنن؟ و به این خاطر همین الان زیر ضرب هستن و خیلی از این تبلیغاتی هم که میکنن که آی گرفتیم و بستیم و فلان و اینها، یا از دستگیری لیدرها خبر میدن، اینها همه مثلا تلاشی هست برای سرپوش گذاشتن بر این شکست که خب بالاخره به درون خودشون هم بایستی جواب بدن. اما خب این قیام پایان پیدا نکرده و پایان پیدا نمیکنه، همچنان ادامه داره، به دلیل اینکه همون عوامل و شرایطی که قیام رو ایجاب کرد همچنان وجود داره و قوی تر هم هستش. مثلا قیام، مثلا چرا جرقه اولیه قیام چرا زده شد؟ به خاطر افزایش نرخ بنزین و اینکه خب یک بار قیمت بنزین 3 برابر شد و مردم میدونستن که این بلافاصله روی قیمت های دیگه تاثیر خواهد گذاشت و دیگه کارت با سخونشون رسیده بود. خب الان قیمت بنزین به همون وضعیت داره فروخته میشه و قیمت کالاها و ارزاق هم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. الان خبرهایی که رسانه های خود رژیم میدن، خبرهایی که مرتب از سیما پخش میشه، حاکی از همینه. و فی الواقع این فقر، این خفگی اقتصادی که رژیم ناچار شد در اثر همین خفگی اقتصادی در واقع خودش به دست خودش قیام رو با افزایش نرخ بنزین جرقه بزنه، خب به صورت خودش باقیه، به همون قوت خودش هست. و مردم هم همینطور. مثلا یکی از این ایادی رژیم دیدم در یک توصیفی که نوشته بود در روزنامه حکومتی آرمان شماره دیروز، بخشید پریروز، گفته بود که ما زنجیری که دور گردن خودمان انداخته ایم هر روز یک دانه اش کم می شود، یعنی زنجیر تنگتر می شه و در نهایت نیز روزی گلوی خودمان را می گیرد. هر کدام از این دانه های زنجیر بخشی از مردم ایران هستند، یعنی مردم در واقع از دور رژیم پراکنده میشن به گفته این. اگر امروز به خواسته به حق مردم پاسخ مناسبی ندهند، دوباره مطالبه گری مردم آغاز خواهد شد. خب این یه بخشیش. یک وجه دیگه از علت این همه ترس و نگرانی رژیم و ایادی و سردمداراش اینه که روحیه مردم خیلی بالاست. مردم کاملا در یک حالت تهاجمی هستن. این رو مرتب ما میتونیم از چیزم ببینیم،
از همین حرکت های اعتراضی که هر روز جریان داره. و یکی دیگه این که همونطور که عرض کردم همون وضعیتی که باعث شد که ولی فقیه دست به این ریسک خطرناک بزنه، علی‌رغم اینکه خودشون میدونستن که افزایش قیمت بنزین بنا به تجربه چقدر میتونه خطرناک باشه، ولی خب ناچار بودن به دلیل اینکه خب خودشون میگفتن که قادر به ادامه همین وضعیت نیستیم و اومدن و همچین کاری کردن. خب الان اینها برای پر کردن اون حفره عظیمی که در بودجه هست، کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی به قول بنا به اعتراف روحانی در یزد، خب اینو میخوان چیکار بکنن؟ اونطوری که برمیاد میخوان با مالیات این رو پر بکنن، مالیات از اقشار و مردمی که تا آخرین رمق خودشون در واقع اینها رو غارت کردن، چیرکش کردن همه رمق مردم رو. خب این اخذ مالیات از این کسبه و اصناف غارت شده خودش در واقع باز میتونه یک جرقه باشه مثل جرقه افزایش قیمت بنزین. یعنی به این ترتیب هستش که میبینیم که رژیم از هر طرف که میخواد حرکت بکنه با یک به اصطلاح تهدیدی مواجه هست، اونم تهدید انفجار اجتماعیه. یک مورد دیگه که باز اینها رو نگران کرده این بود که خود روحانی گفت که اینها دشمنان برای دی و بهمن، اواخر دی و بهمن برنامه‌ریزی کرده بودن. آدرسی که میده اسم نبرد، ولی در واقع همون انتخابات آتی مجلس ارتجاع هست که قراره در اسفند ماه به اصطلاح برگزار بشه و اینها. خب اینا از خود همین هم خیلی نگرانند، چرا که همیشه هر انتخاباتی سرفصلی بوده برای باز شدن شکاف در رژیم و فوران اعتراضات اجتماعی از این شکاف. بله، شما لابلای صحبتتون از یک حقیقتی گفتین از در مورد استمرار قیام و از اون طرف روحیه بالای مردم و مرعوب این فضای روب و وحشت و دستگیری ها و یا این صحنه های وحشیگری های مزدوران رژیم نشدن. داده های شما چی هست که بر اساس اون استناد میکنیم؟ عرض کردم مهمترین داده همین فضای اجتماعی موجوده، همین که ما هر روز شاهد حرکت های اعتراضی مردم هستیم، همین فضا هم در فضای مجازی منعکس هست تا اون اندازه‌ای که مثلا هنوز رژیم نبسته یا قادر نیست ببنده. هر روز اعتراض، هر روز اعتصاب اقشار مختلف. اگر که رژیم تونسته بود جو روب رو ایجاد بکنه، ما قاعدتا نمی‌بایستی شاهد یک همچین حرکت‌های اعتراضی می‌بودیم. این یک وجه. چه وجه دیگه هم همین حرفایی است که ایادی رژیم می‌زنن در همه تریبون‌ها، سعی می‌کنن که از به سلام مردم دلجویی بکنن، میگن که با مردم نباید انقدر به سلام خشن رفتار بکنیم و ابراز نگرانی از همین پیامدهای رفتار رژیم با مردم. مثلا دیروز در مجلس ارتجاع یکی از همین اعضای مجلس به نام محمود صادقی از این صحبت میکرد که آمران و مسئولان این خونریزی که اتفاق افتاده اینا بایستی بیان و جواب بدن و میگفت که آیا وزیر کشور اظهارات فرماندار شهر قدس رو که گفته بود که من دستور دادم که دستور تیر دادم و اینا این مسئولیتشو میپذیره یا نه؟ خب این حرفای عادی، اون هم از به اصطلاح مجلسی که تمام اعضای اون اعتقاد قلبی به ولایت فقیه و التزام عملی به اون رو اثبات کردن، خب نشانه چیه؟ اگر اینا احساس تهدید نمی کردن همچین حرفایی نمی زدن. بالاتر از اینها حرفای خود خامنه‌ایه. خامنه‌ای چرا مجبور شد بیاد بگه که نمیدونم و بپذیره که کسانی در این قیام به اشتباه مورد هدف قرار گرفتن، کشته شدن، گفتش که اینها شهید هستن، بعضی از اونها که اشتباهی مورد اصابت قرار گرفتن بیگناه بودن، بایستی بهشون دیه داد، حتی اونایی هم که در قول اون در اختشاش صورت حضور داشتن بایستی به خانواده هاشون از خانواده هاشون دلجویی کرد و اینها همه بسا اون فضای ترس و وحشت رژیم رو بازتاب میکنه که چیزی نیست جز همین روحیه ناشی از روحیه اعتراضی مردم و روحیه بالای مردم. اگر اینها احساس میکردن که قیام رو سرکوب کردن و اینها تونستن قیام رو سرکوب بکنن، هرگز از این حرفا نمیزدن و اینجور غلط کردن گویی نمیکردن. بله،
شما در بخش دیگه از صحبتتون در همون سال اول به انتخابات نمایشی مجلس اشاره کردیم و اینکه یک سرفصلی هست که به عنوان سرفصل‌های خطرناک یا بزنگاه‌هایی هست که رژیم از اون واهمه داره و برای اون هم برنامه ریزی میکنه. با توجه به اینکه این یک رقابت یا مسابقه در درون خود رژیم هست برای کسب قدرت بیشتر یا خودی‌ها، بله، نه بین مردم، یعنی انتخاباتی بر سر رأی مردم نیست، علت این که از این انقدر واهمه دارن چی هست؟ و از اون طرف سوال بعدی میام که عطف به همین سوال هست، اینه که آیا فضای قیام رو تحت شعاع ممکن نیست قرار بده و فضای انتخابات، بله، فضای انتخابات، فضای قیام رو تحت شعاع قرار بده و اون جامعه رو به سمت سوی دیگه ای سوق بده؟ ببینید، بنا به تجربه هر انتخاباتی در این رژیم به اصطلاح مولد یک بحران بوده و به خاطر اینکه اصلا انتخابات و این جور سازوکارهای به اصطلاح دنیای امروز با این رژیم قرون وسطایی سنخیت نداره و به خصوص اینکه بالاخره در این انتخابات ها و به قول شما در این نمایش و مسابقه درونی بین خودی ها، خب اینا ناچار یک سری برای در رقابت هم از هم دیگه پرونده رو میکنن، جنایت رو میکنن و اینها همه میتونه باعث مثلا همون فوران قیام بشه. و اینها در اینجا خب خامنه ای دو راه بیشتر نداره، یا اینکه به اصطلاح این انتخاب در این انتخابات پیش رو بیاد باندهای رقیب و مخالف رو که موی دماغ هستن همه اینها رو جارو بکنه. قبلا هم نمونش بوده، مثلا در دوره هفتم مجلس خب اون باندهای به اصطلاح اصلاح طلب رو به کلی قلع و قمع و جارو کردن، بیاد همچین کاری بکنه. بعضی از نشانه ها هم حاکی از اینه، مثلا انصراف لاریجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس از شرکت در انتخابات، یا همینطور انصراف حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، اینها گویا یه همچی چیزیه، گویا اینها به اصطلاح بو کشیدند که قراره که اینها رو به اصطلاح همین باندهای رقیب رو جارو بکنن، تصفیه بکنن، بنابراین میان و خودشون پیشا پیش به اصطلاح انصراف میدن و حضورش حاضر نمیشن که در انتخابات شرکت بکنن. خب این یک خطری داره، خطرش هم اینه که وقتی اونا رو حذف میکنن، انتخابات که از قبل هم همیشه یک نمایش رنگ باخته و سوت و کور بود، بیش از پیش به اصطلاح سوت و کور بشه. به خصوص اینا که تصفیه میکنن، اینا هم که خب دست رو دست نمیگذارن، اینها هم شروع میکنن به افشاگری بیشتر و به مصداق اینکه دیگه که برای من نمیجوشه بذار سر سگ توش بجوشه، اینها هم شروع میکنن به افشاگری در مورد رژیم و خب این خیلی برای رژیم خطرناکه و از هم این از قضا خودش ممکنه که منجر بشه به جرقه و دوباره مثلا همون چیزی که رژیم ازش فرار میکنه به سرش بیاد. خب این یک شقه. یک شقه دیگه هم این که خامنه ای برای پرهیز از این قضیه، برای پرهیز از قلع و قمع کردن چیز، اجازه بده که سایر گروه ها و اینا هم شرکت بکنن، به خصوص که بعضی ها میگن که اصلا خامنه ای توان این رو که بتونه مثل قبل، مثل مجلس هفتم قلع و قمع بکنه رقبا رو نداره. خامنه ای به شدت تضعیف شده به خصوص در جریان این قیام. خب شرکت به حساب باندهای مخالف و باندهای رقیب هم اینم همون خطری رو داره که در انتخابات نمایش انتخابات 88 شاهدش بودیم، در نمایش انتخابات 92 به وجه دیگری شاهدش بودیم. در اونجا کار اونقدر بالا گرفت در انتخابات 92 که خامنه ای از ترس قیام اومد از مهندسی خودش دست کشید. خب خامنه ای مهندسیش برای انتخابات این بود که رئیسی رو بیاره، ولی وقتی که طوری شد که روحانی برای جلب به اصطلاح آرای همون نیروهایی که در انتخابات شرکت میکنن و برای سوزوندن رئیسی گفتش که 38 سال اعدام و زندان رو مطرح کرد، خامنه ای که به شدت میترسید که اگر این به دور دوم برسه چه خواهد شد، ازش چی در میاد، اصلا به قالیباف گفت بکش کنار تا انتخابات همون یک مرحله برگزار بشه و تموم بشه. بنابراین این هم بعد خودش بعد از فعالیت هایی هم که بر سر جنبش دادخواهی خود مقاومت کرده بود، این هم همزمان شده بود. بله، یادآوری خیلی خوبی بود و الان هم ترس از همینه،
که اگر که بگذاره بیاد اون باندهای رقیب بیان، اون هم خطرناکه و باز از توش ممکنه که جرقه و آتش در بیاد. بنابراین میبینیم که خامنه ای در هر دو صورت بستر یک دوراهی قرار گرفته که هر کدوم از این دوراه ممکنه که براش خیلی خطرناک باشه. بله، با توجه به خطری که طبق صحبتهایی که کردیم هر دو شق برای این رژیم داره، هم اون شقی که خامنه ای بخواد جناح مقابل رو قلقم بکنه و از میدون به در بکنه، و هم شقی که بذاره فضای باز کمی تولید بکنه که تبلیغات انتخاباتی بکنه، این هر دو شق براش با توجه به قیام کنونی خطر داره. آیا احتمال این هست که انتخابات رو به تعویق بندازه با حالا با یک دلیلی یا با یک ترفند خاصی؟ بله درست میگین، اینم نمیشه اصلا منتفی کرد این شق رو، هم اینم یکی از شقوق هستش که ممکن انتخابات رو به تعویق بندازه. اما تعویق انتخابات وقتی یک چشمندازی از بهبود شرایط وجود داشته باشه، اینکه مثلا انتخابات الان برگزار نشه، مثلا 3 ماه بعد 6 ماه بعد یا هر وقتی که برگزار میشه شرایط مساعدتر باشه، من فکر نمی‌کنم که رژیم برای خودش چنین چشمندازی رو بتونه در نظر بگیره. و ضمن اینکه چشم‌پوشی از نمایش انتخابات، نمایشی که رژیم همیشه براش خیلی مهم بوده، به خاطر اینکه این ویترین رژیم بوده، با این میتونسته بگه که به اصطلاح ما دموکراسی داریم، به اون همون مماشاتگرایی که دنبال هم چیزایی بودن بگه که فضای ما عادیه. الان اگر که بیاد انتخابات رو به سا منتفی بکنه، پذیرش اینه که رژیم دچار یک شرایط اضطراریه، و خب این چیزیه که من فکر نمی‌کنم که حداقل رژیم به این آسونی بتونه پاش بره و چنین بهایی رو بشه بخواد بپردازه. بله، شما در تشریح شرایطی که از انفجار اجتماعی، فضای انفجاری جامعه گفتین، به خفگی اقتصادی اشاره کردین که در ادامه و تشدید تحریم ها برای این رژیم به وجود اومده. همونطور که میدونینم بحث مذاکره این روزها در طرفین در رفت و برگشت هست. آیا رژیم امکان این رو داره که راهی باز بکنه و از بنبستش خارج بشه؟ بله، همونطور که میگید این روزا به اصطلاح نشانه های از مذاکره و اینها حداقل در حرف های رژیم هست. خود اون سخنرانی اخیر روحانی که خیلی به کسانی که میگن ما مذاکره نمی کنیم، در واقع این هم حرف خامنه ای بود، خیلی به این داشت طعنه می زد و حمله می کرد که اینکه هنری نیست بگیم مذاکره نمی کنیم، ما بایستی مذاکره بکنیم و اینها، از اون حرفا گرفته تا اینکه خب همین سفر هفته گذشته عراقچی به ژاپن که گفته میشه که ژاپن میخواد نقش میانجیگر رو بازی بکنه بین آمریکا و رژیم، و رئیس جمهور آمریکا هم همین دیروز پریروز همین رو تایید کرد که، و گفته میشه که آمریکا هم به ژاپن چراغ سبز داده برای این. علاوه بر اون سفر وزیر خارجه عمان به تهران هست که اونم معمولا وقتی که اینجور مذاکرات پشت پرده و اینها در جریان باشه سرکلش پیدا میشه. همه اینها گویای این هستش که یک مثلا مذاکراتی پشت پرده جریان داره یا قراره که جریان پیدا بکنه. کمان که رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که ما برای مذاکره آماده ایم، البته این دفعه اولش نیست، پیوسته گفته. اما مسئله اینه که خامنه ای هم که در این مورد مذاکره حرف آخر رو میزنه، همیشه گفته که مذاکره برای ما سم مهلکه و مذاکره با این دولتی که الان در آمریکا هست سم مضاعفه. و اینقدر این تهدید برای خامنه ای جدی هست که همون موقعی که میخواست تصمیم بگیره بین مثلا مذاکره یا بین مثلا گران کردن بنزین، شق این شق رو ترجیح داد در عمل. یعنی دیدیم که از ریسک و خطر انفجار اجتماعی این رو به جان خرید تا سراغ مذاکره نره. یعنی مذاکره اینقدر برای رژیم و برای شخص خامنه ای خطرناک محسوب میشه که ریسک رو حاضر بود به جان بخره. بله، در همین رابطه و بقیه
قسمت های گفتگومون. سوالات دیگه ای هم داریم ولی امروز وقت برنامه‌مون به پایان رسیده. ما قطعا اخبار و تحولات رو ادامه میدیم، دنبال میکنیم تا ببینیم آیا به این نقطه بالغ میشه یا خامنه ای عقب نشین میکنه و بر سر دوراهی که بین مرگ و خودکشی کدوم رو انتخاب میکنه. خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه، اگه نکته ای دارین در پایان بگید. نه خیلی خیلی متشکرم از فرصتی داشتید به من دادید. همونطور گفتید خب این بحث همچنان باقی هست و امیدواریم که بعداً بتونیم بهش بپردازیم. بله، با تشکر از شما. هموطنان گرامی، برنامه قیام ایران رو با هم ادامه میدیم.